بنامی خداوند و بخشنده و مهربان، درود و سلام همدیاران عزیز گرامی قدر با شما هستم شرفالدین گدایوف. میخواستم در مورد به 18 سال زندان انداختن امیردین علاوهچایف و به زندان انداختن چهارشنبه و به 6 سال زندان انداختن مادری بلاگری تاجیک عبدالرحمن نالله یا شیرزاد و اینچنین ایلاوه کردنی پرونده های نو در قضیه ایزد امان. من فکر میکنم اینها یک خیانت بزرگ در حق ملت، دولت و در حق آینده این کشور هستند از جانب یک گروه متشکل جنایی با سرکرده امام علی رحمانوف. و این گروه جنایتکار و خائن برای منفعت های شخصی خودشان این جنایت ها را صادر میکنند. در موردی که این نفرانی که حالا با هر بهانه دزدیده میارند، از روسیه غیر قانونی دستگیر میکنند، به زندان میکنند، شکنجه میکنند، میکشند، کشتارهای پی در پی و در خاروخ میروند کشتار میکنند و به خاطر حفظ قدرت است، حفظ قدرت یک خانواده است. این خیانت است. این خیانت متاسفانه، حالا حقیقت را باید بگویم، با عیبی تمامی ما و شما شهروندان صادر می شود، چون ما یک مرز را برای رحمانوف نگذاشتیم که باید که این خط را باید نگذارد. یک مقابلیت در مقابل جنایت ها و خیانت های رحمانوف نشان دادیم، چون زمین تاجیکستان را فروخ به این خاموش نشستیم. چندین ده ها خیانت های دیگر را صادر کرد، به این خاموش نشستیم. قانون اساسی تاجیکستان، کنستیتوسیای تاجیکستان را هر وقت با طرز دلش خواست عوض کرد، ما در این خاموش ایستادیم. انتخابات ها را تقلبی کرد و خودش را پیشوا اعلام کرد و خودش را پی در پی چندین مراتبه پرزیدنت اعلام کرد، ما به این خاموش نشستیم. این خاموشی ما خیانت در حق انا همین دولت و ملت است. ما همه ما باید بگوییم که اگر که ما امروز برای قانونمندی، برای حکومت قانونمند مبارزه نبریم و حفظ منفیت های ملت و دولت هم اون را حمایت نکنیم، ما در یک درجه ای که ما نیز خیانت صادر کرده استادیم، ما خیانت کرده استادیم، چون ما اجازه داده استادیم یک گروه جنایتکار و متشکل فرزندان این سرزمین را بیگناه بکشد و قسمت زمین تاجیکستان را بفروشد و منفعت های ملت و دولت را به خاطر یک گروه جنایتکار به یک گروه خرد خانواده اش استفاده برد. و این خیانت بزرگ است و این خیانت متاسفانه از خاموشی ما و شما صادر می شود و ما و شما در این خیانت شریک هستیم. و بسیاری ها می گویند که در ماه شریف رمضان مادری عبدالرحمن را زندانی کرد، در ماه شریف رمضان امیردین علاوهچایف را زندانی کرد. آیا رحمانوف مسلمان هست؟ نیست. برای رحمانوف دین این ارزش ندارد. یگان مقدسات غیر از مقدسات قدرت و حفظ خانوادهش و حفظ منفعت های شخصی و خانوادگی خودش، هیچ چیز دیگر برای او اهمیت ندارد. برای رحمانوف دین وجود ندارد. اگر که رحمانوف دین می داشت، در سال 2012 در ماه شریف رمضان در ساعت 4 صبح به خانه مردم تیر و تفنگ نمی کشد و خانه مردم را در خاروق آتش نمی زد. و اگر که رحمانوف خانواده اش ایمان می داشتند، انصاف می داشتند، این جنایت ها را صادر نمی کردند. و اینها جنایتکارانی هستند که به خاطر قدرت خودشان به تمامی کار قادر هستند. آنها برای آنها ماه شریف رمضان، ماه مبارک، اینها وجود، هیچ چیز وجود ندارد. به این خاطر از دوستان خواهش میکنم که نگوید که ماه شریف رمضان برای رحمانوف قدر دارد. مادر برای رحمانوف قدر ندارد. میرود در نزد یک هیکل مادری خودش را به یاد میارد، آبی چشم میریزد، و یک مادری بلاگر را، یک نفری که فقط میخواهد دید و نظری خودش را به این یا آن مسئله در مشکلات جامعه بیان کند، مادری اون را به خاطر قصاص گرفتن میبرد زندان میکند. یعنی برای رحمانوف مادر هم ارزش ندارد.
اما ما و شما باز هم با همون ساده لوحی ما فکر میکنیم که رحمانوف مسلمان است، رحمانوف رحم دارد، نه رحم دارد نه شفقت، هیچ چیز ندارد. به همین خاطر از رحمانوف نه رحم انتظار باشد نه شفقت انتظار باشد. من از مردم خواهش میکنم که این خاموشی ما و شما است، این ترس ما و شما است که آینده دولت و ملت ما را به فاجعه می آورد. این یک فاجعه بزرگ می شود. هر نفری که در سر قدرت بیشتر از آن مهلت قانون معین کردگی زیاد استاد، برای کشور و دولتش فاجعه می شود، برای مردمش فاجعه می شود. امروز اگر ببینید در تمام کشورهای دنیا، چی بشار اسد، چی پوتین و چی دیگر دیکتاتورها را ما ببینیم، آنها برای ملت خودشان یک فاجعه شدند و در این فاجعه هزاران شهروندان قربانی می شود. و این چنین در تاجیکستان هم یک نفر در سر قدرت می ایستد، این فاجعه می شود، این قشاقی را به وجود می آورد، این کمبغلی را به وجود می آورد، این ناآرامی را به وجود می آورد، این سببگار می شود که هزاران نفر مجبور می شوند دست به مهاجرت بزنند، مجبور می شوند خانه و دری خودشان را بپرتویند به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان به خارج کشور رفته کار کنند. کسی مجبور می شود به خاطر دید و نظر سیاسیش وطنی خودش را ترک کند. کسی مجبور می شود که وطنی خودش را به خاطر بهتر کردن شرایط زندگی فرزندانش ترک کند. کسی از نبودن آینده خوب در وطنش چیکار می کند؟ از این کشور فرار می کند. به این خاطر است که امروز این فاجعه است. فاجعه است که امروز یک گنتسید نسبت مردم بدخشان صورت گرفته است، داد از جانب یک گروه جنایتکار. این فاجعه است که امروز بهترین فرزندان سرزمین تاجیکستان در زندان های تاجیکستان نگاه داشته می شود. این بدترین خیانتی است که دولت تاجیکستان رو، آینده تاجیکستان رو زیر خطری بزرگ قرار می گیرد. من بیشتر از بعض معلم ها و دانشمند ها و معلم هایی که حتی مرا در دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان در فکولته حقوق شناسی درس دادن، عالم هستند، دانشمند هستند و آنها امروز انتقاد میکنند از دید و نظر اپوزیسیون، باید که اپوزیسیون وجود نداشته باشد، باید که یک گروهی الٹرناتیوی وجود نداشته باشد. آن نفرانی هستند که ما رو در دانشگاه درسی حقوق دادن، درسی عدالت را دادن، گفتند باید که ما در آینده از نگاه قانون و دید و نظر قانون باید کار کنیم و امروز بر خلاف اون گفته های خودشان گپ میزنند و آن دید و نظر گفته های قانون را انکار میکنند. و امروز آن معلم ها، آن عالم هستند، عالمی علمی حقوق شناسی هستند و آنها خوبتر و بهتر می دانند که رحمانوف در امور دولت داری تاجیکستان خیانت کرده است. رحمانوف جنایت های سنگین را در مقابل دولت و ملت صادر کرده است. آنها بهتر و خوبتر می دانند، اما به خاطر منفعت های شخصی خودشان، به خاطر یک رحمان رو برای آنها جایگاه میدهد، اون از نظری قانون نه، از نظری دید و نظری رحمان و منفعت های رحمان رو امروز در شبکه های تلویزیونی سخن میکنند و همین خیل منفعت های دولت رو معین میکنند که گویا که منفعت های دولت این منفعت های یک خانواده است. یعنی بر مقابل رحمانو سخن کردن این یکی بر ضد دولت بودن است. نه، دولت عموماً یک مفهومی دیگر است، رحمانو و حکومتش مفهومی دیگر است. این رو آنها خوبتر میدانند، آنها از مردمی عادی بهتر میدانند که رحمانو همچون انعکاس کننده دولت نیست. رحمانوف این اجرا کننده است، سوبیکت اجرا کننده است و رحمانوف در هنگام اجرا کردن وظیفه های خودش را که دولت در نظرش گذاشته است خیانت کرده ایستاده است، جنایت کرده ایستاده است. منفعت هایی که دولت برایش گفتگی است که حمایت کند، آن منفعت ها را برای منفعت های شخصی خود و خانوادهش استفاده کرده ایستاده. این سوء استفاده
از منصب است، سوءاستفاده غصب حاکمیت است، سوءاستفاده از نیرو و غصب کردن حاکمیت. آن عالم ها دانشمندان خوب میدونند که این کار رحمانوف جنایت است، اما بر مقابل این همه چیکار میکنند؟ منشأ های رحمانوف را در آنجا حمایت میکنند. همه آنهایی که امروز با هر گروه واسطه میخواهند رحمانوف را حمایت کنند، میخواهند جنایت های رحمانوف را پنهان کنند، آنها بدانند که در خیانت های رحمانوف، جنایت های رحمانوف، آنها در مدی اول شریک هستند، چون آنها نفرانی هستند که باید که در قوتی اول بیستند و مردم را از حقوق های خودشان آگاه کنند و آنها امروز مردم را از جایگاه خودشان بر گمراهی میبرند. امروز اکثریت مردم نمیداند که رئیس حکومت کی است. پریزیدنت میداند که رحمان رو وجود دارد، اما نمیداند ساختار دولت چگونه است، چگونه اداره میشود. حتی رستم امامی رو رحمان رو نمیداند چند وظیفه دارد و چی کاره است، و نمیداند فرزندان رحمان رو آنها چی کاره هستند. رئیسی پارلمانی خودشان رو نمیدونن که در پارلمان کیها نشستند، وکیل خودشان رو نمیدونن. یعنی این بیسوادی مردم رو تا آن درجه بیسواد کردند که مردم در مورد آینده خودش تماما بی‌پروا شدگی است، و بی‌پرواگی این باعث سوء استفاده شدنی باعث یک گروه جنایتکار شده استوده است. یک گروه جنایتکار از بی‌پرواگی، بی‌سوادی، از ترس، از همه راه‌هایی که آنها استفاده کردن، از این منفعت می‌برد، به منفعت خودش، به منفعت خانواده، به منفعت یک گروه جنایتکار. و نفرانی که به مثل علاوه‌چایف چندین چهارشنبه چهارشنبه قربان می‌شوند در اینجا، قربان می‌شوند، این مادر، این علاوه‌چایف، ده‌ها شهروندانی که راضی نیستند به دید نظری حکومت، راضی نیستند از عملکردهای جنایی، وحشانیت، فاجعه‌باری رحمانوف، آنها چی میکنند؟ وقتی که صدا بلند میکنند آنها قربان میشوند. یعنی یک گروه بی‌پرواگی میکند، یک گروه قربان میشد، یک گروه اذیت میکشد به خاطر بی‌پرواگی یک گروه دیگر. به این خاطر است من نمیدونم من چی بگویم که این ملت بیدار شود. اکثریت بعضی ها رو میبینم آنها بیدار هستند، اما خودشان را به خواب میاندازند. بدترین آدمی که خواب باشد آن را بیدار کنید، بیدار کنید، بیدار کردنش آسان است. اگر که آدمی که خواب نباشد، خود را به خواب انداخته باشد، آن را اگر شما هر قدری که بیدار کنید، اون میداند که نمیخواهد بیدار شدن، نمیخواهد حقیقت را فهمیدن، نمیخواهد زندگی خودش را تغییر دادن. اکثریت ملت و مردم میخواهند تغییرات را. 99% مردم میخواهد که در تاجیکستان نظامی دموکراتی و قانونمند بیاید، اما هیچ کسی از آنها، اکثریت آنها، یک اکثریت خورد تلاش کرده ایستاده است که نظام عوض شود. اکثریت مردم در فکر هستند که یگان فرشته در اسب سفید بشیند و بیاید این ملت رو آزاد کند. این رخ نمیدهد تا آن زمانی که ما خودمون دست به کار نمیشیم. همه میخواهد، ولی بیشتری مردم نمیخواهد عمل کردن. گپ میزنن ولی عمل کردن کم است. به این خاطر است که ما فقط میبینیم که چگونه نزدیکان، دوستان، هموطنان ما، شهروندان ما قربان یک نظام میشوند. ما میبینیم که یک توده شغالان چگونه برادران ما و شما را میدرند، میخورند، از بین میبرند. به این خاطر است این جای دردناک است. من دعوت میکنم از شما بیاید یک کم ترک دستان را در بالای دلتان مانید، جوانمردیتان نشان دهید، بیاید به عمل بگذاریم. بیاید این مردم شریف، این مردم عزیز، این راه روی قیند است، روی مشکل است، راهی از دست دادن است. امروز اوکراینس ها را ببینید در مقابل ارتشی بزرگ، 10 برابر از خودشان بزرگ،
истодагарӣ мекунанд бо қуввати худашон. Биед мо ва шумо дар майдон бидароем. Лашкари Раҳмонов лашкари бузург нест. Ҳамон кормандони полис ва дигар аз Раҳмонов безор ҳастанд. Хеле мардум хаста шуданд. Ҳам кормандони полис ва ҳам кормандони ҳукумат ва ҳама безор аст. Ҳама безор аст. Биед як қадами устувор гузорем дар ин роҳ ва низоми ин хонаводагиро тағйир диҳем. Ин фоҷиа аст. Бояд ки мо ин фоҷиаро аз сари миллат ва давлат дур кунем. Ва дар ин рӯз ман барои онҳое ки дар зиндон ҳастанд сабр таманно дорам ки сабр диҳад ва аз мардуме ки дар зиндон нестанд озод ҳастанд биед талош кунем ки ин мардум озод шавад. Ва моҳи шарифи Рамазонам ба охир расед, рӯзи Иди Муборак, рӯзи Иди Фитр, рӯзи Иди Рамазон барои ҳамаи шумо муборак бошад, шаҳрвандони азиз. Ва худо кунад ки мо ва шумо ҳарчи зудтар, ҳарчи наздиктар аз ин низом хонаводагӣ халос шавем, ҳама ба ватан баргардад, ватанро обод кунем. Ватан вақте ки обод мешавад, ки дар он ҷо қонун ҳаст, мардум худашонро амн эҳсос мекунанд, хориҷиҳо меоянд, инвесторҳо меоянд, онҳо маблағ гузорӣ мекунанд, заводу фабрика мешавад, зиндагии мардум беҳтар мешавад. Бо ин хонавода ҳеч намешавад. Бадтар, ҳар рӯз зиндагии мардум бадтар мешавад, қимат мешавад. Ин хонавода парвои ҳеч кара надорад. Ба ин хотир тағйирот, беҳтар кардани зиндагии ману шумо дар дасти ману шумо аст. Дигар касе намехоҳад ин тағйир бидиҳад. Ба ин хотир бештар биёед бо ҳамдигар бовар кунем, кӯшиш кунем ва ин низом тағйир биёбад. Худо ёр мададгоратон то суҳбатҳои дигар.